چه؟ من اینو دوربینه یار شما خوبان و نازنینان. سلام به شمایی که قلبتون برای ایران عزیز میتپد. سعید بهبانی هستم، افتخار این دارم بار دیگر در خدمت همه شما عزیزان و سروران گرام باشم. خوشحال و خرسند از اینکه برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است. سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسنند. همطور که میدونید روزهای جمعه در حقیقت آخرین روز هفته تلویزیون میهن، برنامه اون رو آغاز میکنیم با نازنین یار مهربان آقای رضا فانی یزدی که یقینا شما با نام ایشون با مطالب ایشون آشنا هستید و من آقای یزدی رو خودم شخصا به عنوان آدمی که درست بدون قرض و مرض داستان رو میبینه و تحلیلایی که ارائه میکنه تحلیلایی است که مبتنی بر واقعه است، نه بر فانتزی و خیال و رویا. اجازه بدید که وقت رو تلف نکنم. از طرف خودم و شما خوبان و نازنینان سلام بکنم با آقای فانی. آقا سلام بر شما. سلام عرض میکنم خدمت آقای بهبانی عزیز و بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن. امیدوارم که روز دیگری رو در کنار شما و شنوندگان شما باشه. قربانت برم. عرضم به حضورت که آقای فانی اجازه بده که از هفته گذشته شروع کنیم که ما متاسفانه هفته گذشته هم به علت مشکلات مالی غیبت داشتیم و از این بابت متاسفم. اما در نیویورک این اتفاقی که در نیویورک افتاد رو شما چجوری میبینی؟ یعنی بذار از اول از ابو مازن یا محمود عباس سوال کنم. میگویند که این نطق یک نطق از اون جزء اون نطقهای تاریخی سازمان ملل محسوب میشود. آیا شما اینطوری میبینید و اگه اینطوری میبینی به چه دلیل اینطوری میبینیش؟ باد سلام مجدد خدمت شما و بینندگان. به نظرم نطق آقای ابو مازن به این دلیل اهمیت تاریخی پیدا کرده بود که تمام جامعه جهانی به ویژه کشورهای عرب و مسلمان و حتی به اصطلاح بسیاری از نیروهایی که گروه‌های سیاسی، احزاب، جریانات مختلف اجتماعی و سیاسی و مدنی که طی تمام چند دهه گذشته مسئله فلسطین و اسرائیل رو تعقیب می‌کردند، به ویژه پس از سرکار اومدن آقای اوباما و نطق تاریخی ایشون در مصر و نطق سال گذشته ایشون در سازمان ملل متحد که وعده داد ایشون که امیدواریم که در سال دیگر کشور حضور کشور مستقل فلسطینی رو با رأی بسیار نمایندگان این کشور اینجا داشته باشیم، به نظرم از اهمیت فوق‌العاده به این دلیل برخوردار بود و علت اینکه این همه در واقع پابلیسیتی گرفت و توجه جهانی رو جلب کرد به این دلیل بود که درست چند هفته قبل از این برگزاری این اجلاس ایالات متحده شخص آقای اوباما و وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کردند که از این که ایشون در واقع طرح کشور مستقل فلسطینی رو به اجلاس بیارن استقبال نخواهند کرد، ایالات متحده وتو خواهد کرد و اونها رو تشویق میکنه که از راه‌های مذاکره به این به اصطلاح حق خودشون دست پیدا بکنن. ابو عباس هم خب به هر حال این مسئله رو توی
هم نطقش هم تو مصاحبه های قبل از اون به دقت اشاره کرد که ما به هر حال تمام راه های مذاکره رو طی کردیم، سالهای طولانی است در مذاکره هستیم، مذاکرات به بن‌بست رسیده، ما از طریق مذاکره هیچ چشم‌اندازی نداریم و به نظرم این هم از دو جهت قابل فهم هست، یکی به خاطر نیروهای رادیکالی که در واقع در منطقه هستن و اونها به طور مرتب این مسئله رو مطرح میکنند که مذاکره نتیجه نداره و اسرائیل در سر میز مذاکره حاضر نیست به پذیره به اصطلاح حضور کشور مستقل فلسطینی رو با رأی برابر، و به همین دلیل هم ما میبینیم که گروه های تندرو و رادیکالی که این نوع گفتمان رو در منطقه مطرح میکنند چه کشورهای مثل ایران و سوریه و یا جریاناتی مثل حماس و حزب الله و غیره، اونها در حقیقت دست بالا رو کم کم پیدا میکنن و جریان به اصطلاح لیبرال داخل فلسطین که جایگزین در واقع جانشین یاسر عرفات هست و همون به اصطلاح سازمان آزاد بخش فلسطین رو پرچمش رو بر دوش داره، ما میبینیم که روز به روز موازه اونها حداقل در میان مردم عرب و مردم فلسطین موازهشون ضعیفتر میشه، به این دلیل که اسرائیل حاضر نیست به پذیر حضور یک کشور مستقل فلسطینی را. این بحث به نظرم فوق‌العاده حائز اهمیت بود در این دوره و تقریبا بسیاری از کسانی رو که دو امیدوار بودن که امریکا از این طرح حمایت خواهد کرد اونها رو ناامید کرد و به نظر من این هم یک لطمه بزرگی بود به سیاست آقای اوباما در رابطه با کشورهای مسلمان و عربی و بهانه‌ای رو داد در دست کسانی که ادعا میکنن که امریکا حاضر نیست به هیچ عنوان منافع اسرائیل رو در رابطه با این مسائل عربی و مسلمان و فلسطینی و غیره فدا بکنه و به هیچ عنوان حاضر نیستش که جز این که نمایندگی بکنه منافع اونها رو و گفتمانی رو که اونها به دنبالش هستن، سیاستی رو که اونها به دنبالش هستن، کار دیگری نخواهد کرد. این خسارت بزرگی بود به نظرم به چهره آقای اوباما و سیاست خارجی ایالات متحده در رابطه با مسئله فلسطین، به ویژه که امروز در خود امریکا صداهای بسیار بسیار قوی رو ما داریم که از یک دولت مستقل فلسطینی، از حق مردم فلسطین برای داشتن یک دولت مستقل فلسطینی دفاع میکنن، شخصیت‌های برجسته‌ای که دیگه هیچ اتهامی به اونها نمیشه وارد کرد، اونها رو نمیشه گفت به اصطلاح عوامل نمیدونم جمهوری اسلامی هستن، عوامل استکبار هستن، عوامل چه و چه و چه هستن. اونها مثلا شخصیتی است مثل آقای کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده امریکا، شخصیت های بسیار بسیار جدی چه در استراد سنا و کنگره و چه در محافل روشنفکری ایالات متحده هستن که این رو در حقیقت یک خواست برحقی میدونن و فکر میکنن که امریکا باید فشار بیاره بر اسرائیل که این مشکل رو حل بکنن و حل این مشکل چه بسا بهانه رو از دست بسیاری از کسانی که پشت این به اصطلاح ماجرا پنهان شدن و سیاست‌های دیگری رو در حقیقت دنبال میکنن ولی به بهانه دفاع از استقلال و حق حاکمیت مردم فلسطین به اونها این اجازه رو میده که اون سیاست‌ها رو موفقانه تر به پیش ببرن. به نظرم این خیلی اهمیت جدی داشت و به هر حال مایه دلسردی شد برای بسیاری از کسانی که فکر میکردن که امریکا از این سیاست حمایت خواهد کرد و این در واقع به این شکل کاملا مسالمت آمیز و متمدنانه به نتایج قابل قبولی برسه در بستر محفل بزرگ جهانی. اما من دلیلش رو در حقیقت میدونم که اسرائیل این قوه یا این قدرتی رو که داره همش مربوط است به باور من اینطوریه، اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید لطفا. من باورم به این استش که اسرائیل این قوه و قدرت خودش رو از حضور نظام حاکم بر ایران میگیره، یعنی اینکه هر وقت که بری سراغش
او فوراً این رو به عنوان یه لولو معرفی میکنه و میگوید که من به خاطر اینه که این کار رو انجام میدم. نمیدونم اگه من اشتباه میکنم منو تصحیح کنید. من همش رو در این بیشترین بار در این تیکه میبینم که این از این چیز سوء استفاده میکنه در حقیقت. نمیدونم اگر اشتباه یا نه. من موافقم با نظر شما، موافقم که اسرائیل از لولو خورخوره نظام جمهوری اسلامی ایران در اون منطقه استفاده میکنه و در حقیقت سوء استفاده میکنه برای این که به استراد این حق طبیعی رو که مردم فلسطین دارن و بارها و بارها همه محافل جهانی هم بر اون صحه گذاشتن مانع تحقق این بشه. ولی این به نظر من ما نباید این رو بپذیریم، یعنی این که جمهوری اسلامی وجود داره، این که جمهوری اسلامی ایران پشت شعار مثلا حق فلسطینی خودش رو پنهان کرده و سیاست‌های رادیکال خودش رو، سیاست‌های به اصطلاح جنگ افروزانه خودش رو، تشنج آفرین خودش رو در اون منطقه به پیش میبره، به هیچ عنوان نباید بهانه باشه که بپذیریم که اسرائیل اون حق رو در نظر نگیره و پایمال بکنه. به نظر من به جای اینکه با لولو خورخوره ایران به این شیوه ما بخوایم برخورد بکنیم، باید بپذیریم که این حق مسلم فلسطینیا هست، سرزمین خودشون رو خواهند داشت، در اونجا به اصطلاح به شکل دموکراتیک نمایندگان سیاسی خودشون رو خواهند داشت و من شخصا معتقدم که جامعه به اصطلاح مردم فلسطین از اون بلوغ سیاسی برخوردار هستن که نظام سیاسی رو که انتخاب خواهند کرد مطمئنا زائده ای از نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و اون وقت اون بزرگترین تودهنی خواهد بود به افرادی مثل آقای احمدی نژاد و امثال او یا آقای خامنه ای که تصورشون بر اینه که دولت مستقل فلسطینی زمانی شکل خواهد گرفت که اسرائیل محو بشه. اسرائیل میتونه در کنار یک دولت مستقل فلسطینی زندگی بکنه به عنوان به اصطلاح دو کشور همجوار با پذیرش تمام تفاهم‌نامه های بین المللی و جمهوری اسلامی هم خواهد دید که این دو کشور در کنار همدیگه زندگی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی سیاست های خودش رو بتونه در اون منطقه تحت این بهانه ها پیش ببره. این رو باید از دست اونها گرفت و اسرائیل به نظرم با این ادعا در حقیقت نه تنها کمک میکنه به گرایش خشن ایرانی که به دنبال سوء استفاده هست، بلکه حق مردم فلسطین رو هم داره به اصطلاح پایمال میکنه. درسته، اما لازم نیست که راجب صحبتهای آقای احمدی نژاد فکر نمیکنم ضرورت داشته باشه حرف بزنیم، ولی میتونیم راجب پیامدش صحبت کنیم، راجب این که شرایط احمدی نژاد رو ببینیم امروز در ایران چجوری میبینی. یه سوال الان هست که آیا احمدی نژاد با شرایطی که امروز هست میتواند این دوره رو به پایان برساند یا اینکه نه این در حقیقت میزننش، چیکارش میکنن، چجوری میبینی صحنه رو؟ ببینید آقای احمدی نژاد به نظرم وضعیت بسیار بسیار بحرانی رو باش مواجه هست، به همین دلیل هم میبینین که وقتی میخواد از کشور خارج بشه این گروه همراهانش رو همه رو با خودش میاره بیرون، یعنی حتی احساس میکنه که اینها امنیت ندارن. اگر احمدی نژاد خارج از کشور باشه اون افرادی مثل مشاعی و بقائی و امثال او حداقل امنیتشون محفوظ نخواهد بود و اینها باید به عنوان تیم با همدیگه از کشور خارج بشن، با هم وارد بشن، همش در کنار همدیگه باشن. این وضعیت بحرانی به نظرم بسیار جدی است. ما دیدیم که حتی آقای احمدی نژاد سعی کرد قبل از اینکه وارد نیویورک بشه به عنوان یک هدیه‌ای که این دوتا به اصطلاح جوان گردشگری رو که امریکایی رو که در اون منطقه بودن اونها رو آزاد کرد، علی‌رغم این که قوه قضاییه ایران اونها رو به جرم جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرده بود اونها رو آزاد کرد و سعی کرد که یک فضایی رو به وجود بیاره در خارج از کشور که به نوعی از او استقبال بشه و فضای مثبت در حقیقت باشه پیرامون سفر ایشون. اون اتفاق که نیفتاد هیچ. در داخل ایران هم همین مسئله رو بسیاری از مخالفین ایشون از جمله مثلا آقای احمد توکلی نماینده مجلس
این مسئله رو بسیار به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفتش که این کاری که آقای احمدی نژاد کرده در حقیقت باج داده ایشون و نباید به سر، اگر قوه قضاییه اینها رو به جاسوسی متهم کرده، چگونه است که رئیس جمهور میاد به سر تا جاسوس رو پیش از این که با قوه قضاییه مشورت کرده باشه میگه اونها آزاد خواهند شد و قوه قضاییه رو در مقابل عمل انجام شده قرار میده. به نظرم تمام این داستانها از افتضاح مالی که پیش آمد به سر در یکی دو سه هفته اخیر، 3 میلیارد دلار در حقیقت پولی که از کشور خارج شده توسط یک به اصطلاح افتضاح و زدوبند مالی که همش در واقع کاغذبازی بوده و هیچ به اصطلاح شرکتی اصلا وجود نداشته که اینها براش گشایش اعتبار کردن و پولها رو خارج کردن از کشور، و بحث این به اصطلاح افتضاح مالی که الان مطرح است، همه اینها نشون میده که این دو طرف به شدت مقابله دارن با همدیگه میکنن و این جنگ و درگیری همچنان ادامه داره. این که آیا آقای احمدی نژاد تا آخر این دوره رو دووم میاره یا نه، به نظرم یک سوال بسیار بسیار سختیست، چرا که دو طرف این به اصطلاح بازی، هر دو طرف باید بدونن که اگر به اصطلاح تصمیم بگیرن که این دوره رو زودتر تموم بکنن، پیامدهاش چه خواهد بود. به نظر من اگر ما پیامدهاش رو بیام ابتدا بررسی بکنیم، بعد شاید بفهمیم که آیا این عمل انجام میشه و اگر بشه به اصطلاح چه کسی ضرر خواهد کرد. من از اونجایی که میخوام از این قسمت شروع بکنم که آقای احمدی نژاد و جریانی که در حقیقت پشت سر ایشون هست، اینها رو اگر شما به گذشتهش رو نگاه بکنین، اینها یک نیروی در واقع ضربتی نظام جمهوری اسلامی ایران بودن در تمام سالهای گذشته. آفای. اون نیروی عملیاتی، در حقیقت نیروی عملیاتی که جمهوری اسلامی ایران هر زمان با هر نیروی، با هر گروه سیاسی در کشور مشکل پیدا می کرده، اینها به عنوان نیروهای عملیاتی اطلاعاتی امنیتی وارد به اصطلاح این درگیری می شدن و اون طرف رو از پای در می آوردن. دقیقاً امروز این نیرو به هر حال خودش قدرت رو گرفته یا بخش بزرگی از قدرت سیاسی رو در اختیار داره. حالا بعد به خصوص که در دوره انتخابات هم خود رهبری و جناهای به اصطلاح تمام جناهای اصولگرا روی اینها بسیار سرمایه گذاری کردن و بسیاری از کارتهایی رو که داشتن در حقیقت توی بازی به نفع این جریان، اون کارت ها رو از دست دادن. آره خرچ کردن. درست. با تمام قدرت آمدن وسط توی این جنگی که بین اصلاح طلبی و جریان محافظه‌کار رو به سر راستگرا بود، به نفع آقای احمدی نژاد وارد شدن. ایشون رو به عنوان یک رئیس جمهور انقلابی، مؤمن، مسلمان، پاکدامن، قابل اعتماد، چه در داخل چه در خارج، چه در جبهه به سر دفاع از محرومین و چه در جبهه نمیدونم دفاع از ملت مسلمان در مقابل استکبار جهانی، به هر حال تمام اون امتیازاتی رو که میشد به یک شخصیت سیاسی بدن به این آقای احمدی نژاد دادن و آقای احمدی نژاد هم از تمام اونها استفاده کرده برای تثبیت موقعیت خودش و نیروهایی که با او در حقیقت هم سرنوشت هستن در این بازی سیاسی و موقعیت خودش رو تثبیت کرده. این تثبیت موقعیت در حقیقت امروز یک مشکل بزرگی هست در مقابل رهبری جمهوری اسلامی ایران، که یک، اگر ما به اصطلاح بخوام، اگر رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران بخواد این رو کسب، یعنی صلاحیت سیاسیش رو زیر سوال ببره، بعد قدرت رو از اونها به اصطلاح خلع قدرت سیاسیشون بکنن، در حقیقت باید تمام اون چه رو که در چند سال گذشته در دوره اول ریاست جمهوری ایشون و در دوران به اصطلاح این کودتای انتخاباتی که انجام شده، تمام اون حرف ها رو در حقیقت باید اینا پس بگیرن و این یک شکست سیاسی هست برای رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران از به لحاظ سیاسی و اعتبار سیاسی و اعتبار رهبری در یک جامعه. از جهت دیگه زدن این نیروی سیاسی، یعنی اگر قرار باشه خلع ید و به اصطلاح خلع قدرت سیاسی بشه از اینها،
به هر حال بخشی از اینها رو باید زندانی بکنن به اتهامات مختلف، چون همینجوری که نمیشه رئیس جمهور رو خلعیت کرد. باید یک عده رو تو دستگاه اینا پیدا کرد که یا جاسوس بیگانه هستن یا مفسد اقتصادی هستن یا منحرف سیاسی هستن و هزاران اتهام دیگری که معمولا در جمهوری اسلامی ایران به مخالفین وارد میشه. و اون اتهامات باید یک عده از اینها رو ببرن زیر ضرب و به دادگاه بکشونن و خلع قدرت بکنن اینها رو، در واقع قدرت سیاسی رو از اینها بگیرن. این در واقع در اون بدنه نیرویی که در حقیقت بخش امنیتی تدارکاتی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده برای سرکوب بقیه، در اون در واقع یک شکاف بزرگ ایجاد میکنه و اون وقت نظام میمونه که در مقابل حریفان تازه خودش در آینده به کدام نیرو قرار اتکا بکنه. اگر بخواد احمدی نژاد و داردسته احمدی نژاد رو هم از خودش ناراضی بکنه. و یکی از مسائل دیگه‌ای که به نظر من از همه مهمتر هست این هستش که تا به حال نظام جمهوری اسلامی ایران زمانی که با مخالفین خودش درگیر می‌شده، به ویژه این دوره‌های اخیر که مخالفین در حقیقت از درون حکومت بودن مثل آقای هاشمی یا آقای خاتمی یا بعد مثلا همین دوره ائتلاف اصلاح طلبی به حول محور آقای موسوی و کروبی، این افراد در حقیقت افرادی بودند که با اینها فقط مقابله سیاسی میکرده، یعنی اینها رو در واقع به اصطلاح در مطبوعات در مجلس اینها رو زیر سوال میبرده و اینها رو وادار میکرده که از طرق قانونی به اینها اجازه امکان ورود به اصطلاح به دستگاه حکومت رو نمیداده یا محدودشون میکرده. مثلا شورای نگهبان اینها رو تایید نمیکرده و اینها هم عقب می نشستن و کاری که می کردن نهایتا این بوده که دست به قلم می بردن و این ور اون ور شروع می کردن مثلا 4 تا سخنرانی بر علیه مثلا بعضی از مقامات و اون هم حتی به رهبری هم ایراد نمی گرفتن معمولا. ولی این نیروی جدید یک نیرویی است که دست به قلم نخواهد برد، این یک نیرویی است از جنس همین به اصطلاح نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، نیرویی است که به جای اینکه دست به قلم ببره احتمالاً دست به ترور خواهد برد، دست به افشای به اصطلاح اسناد مثلا مملکتی خواهد زد، همون بازی رو خواهد کرد که اطلاعاتی امنیتی ها میکنن در مقابل مخالفینشون. یعنی اگر اونها مثلا نوارهای شنود مثلا آقای خاتمی و غیره رو در آوردن، اگر نمیدونم اونها به آقای خاتمی یا امثال او تهدید کردن که اگر در فلان انتخابات شما خودت رو کاندید بکنی ما شما رو ترور خواهیم کرد، بچت رو مثلا فلان خواهیم کرد، خواهرت رو چه خواهیم کرد، فیلم مثلا دختر نمیدونم فلان رو نشون خواهیم داد، از این بحثا، اینها درست از همون شیوه ها استفاده خواهند کرد بر علیه به اصطلاح این جناح اصولگرایی که امروز سر کار هست و خود آقای خامنه‌ای. و این یکی از مشکلات بسیار بسیار جدی هستش که رهبری نظام با اون مواجه خواهد شد و نمیدونه که اگر به اصطلاح شروع کنه به زدن اونها، اونها از چه شیوه های استفاده خواهند کرد. و به همین دلیل هم هست که وقتی میبینیم مثلا فرمانده سپاه میگه آقا مثلا اجازه بدین آقای مشاور دستگیر بکنیم، رهبر به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران این اجازه رو صادر نمیکنه، با اینکه اگر مثلا شما میبینید در مقابل به اصطلاح اصلاح طلبان این اجازه ها رو به سادگی صادر میکردید، یعنی دستگیری نمیدونم حصر خانگی آقای موسوی، آقای نمیدونم کروبی، حصر به اصطلاح ادامه حصر خانگی آقای منتظری تا سالهای طولانی و به اصطلاح سرکوب بسیار بسیار از نیروهای سیاسی دیگه، یعنی آقای خامنه ای در سرکوب و صدور به اصطلاح دستور سرکوب صادر کردن در حقیقت خیلی گد والایی دارن و همیشه به سادگی این دستورات رو صادر میکنن. ولی میبینیم وقتی به آقای احمدی نژاد میرسه، با توجه به این که آقای احمدی نژاد بیشترین چالش تاریخی رو در نظام جمهوری اسلامی ایران علیه رهبری انجام داده، یعنی اعتصاب کرده سر کار نرفته اصلا، حرفش رو تحویل نگرفته، حرف اون رو در حقیقت بهش دهنکجی کرده و دوباره آقای مشاهیر برگردونده، آقای بقایی رو برگردونده به صورت پست‌های حکومتی، آقای ملکی رو ملکزاده رو برگردونده تو وزارت امور خارجه. با تمام اینها
ما میبینیم که رهبر انقلاب بسیار به اصطلاح دست به عصا را میره و متوجه هستش که با اینها بازی رو نباید به شکلی که با اصلاح طلبان ما پیش بردیم پیش ببریم، چرا که این نیروهای عملیاتی قابل پیشبینی نیستن که اگر ما با اینها شیوه سرکوب و دستگیری و نمیدونم ترور رو انجام بدیم، اونها با ما شاید همین بازی رو بکنن و برنده این بازی که خواهد بود اولا در لحظه حاضر معلوم نیست، در ثانی در آینده اونها اون وقت بخش قابل توجهی از این نیروی ضربتی رو از دست خواهند داد در مقابل شرایط بحرانی که در آینده شاید اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی ایران به این نیروی در واقع ضربتی احتیاج داره. به خاطر این به نظر من میرسه که آقای خامنه‌ای کاملا آگاهانه بازی رو داره مدیریت میکنه که اینها تا انتخابات همینطوری ادامه بدن و به شکلی کاملا مسالمت‌آمیز این به اصطلاح آقای احمدی نژاد و داردسته ایشون در به اصطلاح رده بالای کادرهای سیاسی خارج بشن ولی همچنان در بدنه نظام باقی بمونن برای به اصطلاح استفاده اونها، برای استفاده از اونها بر علیه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران. درسته، این یه تحلیل درستیه به نظر من. یعنی که یعنی در حقیقت یه جوری راه پس و پیش براش باقی نمونده، باید با این کلکل کنه تا اینکه این دورش به پایان برسه. دقیقاً، من فکر میکنم ولی... هیچ راهی برای اینها باقی نمونده ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد در واقع با تهدیدهایی که ایشون میکنه داره استقبال میکنه از اینکه به اصطلاح اینها به جنگش بیان و شاید فکر میکنه که اگر به اصطلاح قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خودش بتونه اختلافات رو به یک نقطه‌ای برسونه که با یک نوعی از سازش در واقع خودش و گرایش خودش رو حفظ بکنه برای دوره‌های بعدی، بیشتر به نفعش باشه تا این که به همین شکل به اصطلاح پیش بره و بعدن که به اصطلاح انتخابات انجام شد، جمهور آینده انتخاب شد و اونها تونستن به لحاظ قانونی در موقعیت به سر ریاست و قوه قجریه و نمیدونم مقننه و غیره قرار بگیرن، اون وقت اینها رو به سر سرکوب بکنن به شکل قانونی. و به همین دلیل هم من فکر میکنم این تهدیداتی که این روزها شما شاهدش هستین، میبینین مثلا اعلام میکنه که همین به تازگی دیدین که یکی از این اعلامیه‌ای که جبهه مشارکت اسلامی داده در رابطه با فساد گسترده در اون حاکمیت، اونجا اشاره میکنن که رئیس دولت نوشته که به سر روزنامه دولتی ایران و شبکه ایران نیوز مدعی شده که رئیس دولت میگه ما 140,000 سند از 314 مقام کشور رو در اختیار داریم که در زمان مناسب اونها رو افشا خواهیم کرد. آره، یعنی شما ببینید که به استراد چه وضعیتی وجود داره، در به استراد درگیری در درون اینها وجود داره که اینها همه بر علیه همدیگه دارن سند جمع میکنن، سندهایی که احتمالاً بسیاری از اینها نشون دهنده دزدی ها و به استراد فساد بسیار بسیار زیادی هست، یا احتمالاً زد و بندهایی که شده، یا حتی شاید اسنادی که منجر مثلا به افشای بعضی از ترورهای داخل کشور نمیدونم و بازی‌های خطرناکی که اینها کردن بر علیه همدیگر یا بر علیه دیگران. یعنی اینها هیچ بعید نیستش که از این نوع اسناد هم به اصطلاح بکشن بیرون. اگر یادتون باشه در مصاحبه‌های انتخاباتی که بین آقای احمدی نژاد و آقای موسوی بود، آقای احمدی نژاد با بی‌شرمی کامل مثلا بحث این رو مطرح کرد که چه کسی روابط ایران رو با اروپا به هم زد؟ اونایی که موشک گذاشتن توی به اصطلاح کشتی و داشتن می‌بردن تو اروپا. یعنی ببینین یکی از به اصطلاح پروژه‌های بسیار مخفی امنیتی رو که نظام جمهوری اسلامی ایران دست زده بود، اون رو آقای احمدی نژاد کشید بیرون و به اصطلاح به عنوان یک برگ برنده آورد بر علیه رقیبش که آقای هاشمی باشه در واقع. یعنی بعید نیست که آقای احمدی نژاد مثلا فردا اگر لازم باشه یک سری اسنادی رو رو بکنه که رقیبش رو بخواد از میدون به در بکنه، یه دفعه مراجعه کنه مثلا بگه آقا مثلا
چه کسی فلان بابا رو مثلا ترور کرد، یا چه کسی موجب مثلا سرنگونی این هواپیمایی شد که مثلا 110 تا از فرماندهان سپاه توش بودن، یادتونه که بله در رضای در آذربایجان شد، یا چه کسی در فلان جا مثلا موجب شد که در اینجا مثلا بمب گذاری شد و مثلا فلان شخصیت. این به خاطر همون نکته است که اشاره کردی، یعنی که این چون خودش تو نیروی ضربتی بوده است، پس بنابراین یه بخشی از اون اطلاعات رو اونجا داره، حالا هم که بالاخره رئیس جمهور است و دستگاه اطلاعات دستشه، یه مقدار دیگری هم از اون مدارک رو حتما به دست آورده. درسته، ولی حالا یه مسئله دیگه اینجا به وجود میاد و اون هستش که بسیار خب آقای احمدی نژاد این دورش رو میذاره به کنار بکنه، آقای خامنه‌ای بالاخره با این، ولی احمدی نژاد خب نگاه میکنه، یعنی خرکه نیست که نگاه میکنه میبینه که مثلا با هاشمی رفسنجانی چه کردن، با خاتمی چه کردن، با اینکه مقابل اونا ایستاده چه خواهند کرد. بنابراین خب این طبیعتا فکر بعد از رئیس جمهوریش هم خواهد کرد، چون اونا میبینه که اونا این همه خدمت کردن، عاقبتشون بود، این که سرکش کرده چه عاقبت. اجازه بده ببینیم این تلفن بفرم. سلام آقای بیمانی، روزتون بخیر، خدمت مهمانتون سلام عرض میکنم، من فرهادم از امریکا. آقای فرهاد عزیزم بفرمید. دنباله سخنان آقای مانی، من این گزارش رو میده که چند وقت پیش برم دادم و هنوزم برن انجام میدن. اینا دو دسته هستن، دو سه دسته هستن البته، که اینا خبراش رو ما نمیشنویم، که برای هم دیگه، برای کسایی که طرفدار احمدی نژاد هستن و تو جای دستمون هستن، برایشون بمب میفرستن، دستهای بمبی میفرستن که بعضیشون خونسا میشه، بعضیشون خونسا نمیشه و شمخ میشن. یکیشو من به شما گزارش کردم و این اینا با همدیگه جنگ خیلی محرمانه دارن و سخت و دارن همدیگه رو ترور میکنن تا اونجا که بتونن و این بالاخره گندش بالا میاد. منتها سعی کردن که این خبراش بیرون نیاد. در ضمن یه مقاله برای شما من ایمیل کردم، اگه لطف کنید اینو به نظر آقای فانی و بقیه دوستان برسونید، راجع به این آقای تویوتا پارسی و تویوتا پارسی و این امیر ارجمند، و این نشون میده که اینها چقدر این مسئله پیچیده است و اینا چطوری با هم دیگه توی یه رخت خواب همونطور در خفا دارن هم دیگه رو خفه میکنن. اینو نوت بکنیم. اینو میخواستم یه دنباله حرف آقای فانی رو من یه چند چیز میشه اضافه کرد گفتم و اون مقاله رو اگه نوت کنیم با ایشون در میون بذاریم ممنون میشم. حتما محمد عزیز، حتما این کار میکنم. عرضم به حضورت که حتی در مورد این، حالا این دوباره ماجرای دیگه پیدا شد و اونه که گفتم احمدی نژاد بعد از ماجرا رو نگاه میکنه، یعنی اینه که اونجا چه بلایی به سرش خواهد آمد. خیلی خب، دو سالش تموم میشه، بعد از دو سال چه مصیبتی گرفتارش میشه. ضمن این که دوباره میگن که در این سفری که آقای احمدی نژاد داشت رفت سراغ اومالر بشیر، نه تنها فقط به خاطر این که هواپیماشو سوخت گیری کنن، بلکه مقداری هم مثل که موشک از اونا تو هواپیماشون بردن به ایران. نمیدونم حالا این تا چه حد صحت داره یا نه، ولی باز سوال اصلی من به اون مربوط میشود که این نگاه، یعنی احمدی نژاد بعد از ریاست جمهوری چه تکلیفی براش هست. نمیدونم میتونم سوالمو برسونم یا نه. درست متوجهم. تو همین قسمت اول به همین اشاره کردم، یعنی آقای احمدی نژاد الان به نظرم این به اصطلاح زنگ و لگت هایی رو که میزنه، یک مقدارش به خاطر این هستش که فکر میکنه که اگر به اصطلاح این درگیری قرار بعد از به اصطلاح خروج ایشون از مقام رئیس قوه اجرایی کشور انجام بشه، بهتره در دوران انجام بشه که ایشون بیشترین قدرت رو داره. یعنی الان به هر حال شما درسته که در جمهوری اسلامی ایران همه میگن فصل الخطاب رهبر هست، ولی یک واقعیت وجود داره که ریاست جمهوری از بسیاری قدرت ویژه‌ای هم برخوردار هست. در حال ریاست قوه مجریه کشور هست، تمام وزرا رو تعیین میکنه، بودجه کشور در اختیارش هست
بسیاری از سازمان‌های به اصطلاح حاشیه‌ای در حاشیه دولت و قوه اجرایی وجود دارند که اونها در واقع در اختیار مقام ریاست جمهوری هستند و خود همین که ایشون به عنوان رئیس قوه مجریه کشور هستن از یک امنیت و مسئولیت سیاسی برخوردار هست و در این حال در داخل کشور هم به ایشون یک اعتباری میده به عنوان رئیس جمهور کشور که با آراء مردم مثلا انتخاب شده و در خارج از ایران هم به عنوان سمبل جمهوری اسلامی ایران به هر حال مطرح هست ایشون. و در این شرایط که ایشون همه این امکانات رو داره، خب میبینه که چگونه میخوان حذفش بکنن و به قول شما میبینه که با کسانی که در گذشته بسیار از او قدرتمندتر بودن، یعنی با فردی مثل آقای هاشمی که در حقیقت بعد از آقای خمینی نفر دوم نظام جمهوری اسلامی ایران بوده تا سالهای طولانی، همه هم به اصطلاح به این اذعان داشتن و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی هم همیشه از او به عنوان یار همیشگی یاد کرده و غیره، میبینه که به اصطلاح چگونه او رو خلعیت کردن و امروز به وضعیتی رسوندن که حتی نمیتونه جلو کسانی رو که جلو دختر او رو میگیرن تو خیابون و بهش فحاشی میکنن، جلو اونها رو هم نمیتونه بگیره دیگه. بچه هاش فراری هستن، در خارج از کشورن، از وحشت اینکه اگر وارد ایران بشن دستگیرشون خواهند کرد، خودش امکان به اصطلاح حضور نداره و تمام مقاماتش هم ازش گرفتن و در حقیقت از یک شخصیت درجه اول نظام تبدیلش کردن به یک مدح و ثناگوی رهبر جمهوری اسلامی ایران که فقط با همین مدح و ثنا گفتن میتونه باقی بمونه، وگرنه همون موقعیت رو هم فعلا نخواهد داشت. بنابراین اگر ایشون میبینه که فردی مثل آقای هاشمی با اون همه دبدبه و کبکبه امروز دیگه هیچ کاره هست در نظام جمهوری اسلامی ایران، یا فردی مثل موسوی اردبیلی که رئیس شورای عالی قضایی ایران بوده در مدت 17 سال، یا دادستان انقلاب ایران آقای صانعی، یا آقای خاتمی 8 سال ریاست جمهور کشور بوده و محبوب ترین شخصیت سیاسی بعد از آقای خمینی بوده در جمهوری اسلامی ایران به لحاظ رأی مردم و به اصطلاح اون چه که مردم از او استقبال کردن، اگر اونها و احمد خمینی همینجور پسر آیت الله خمینی به اون وضعیت در آمده، پس ایشون میفهمه که آقا بنابراین منی که یک شخصیت کوچولویی بودم و سایه کوتاهی هم داشتم در به اصطلاح این 30 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، حذف من پس از به اصطلاح این که از قدرت کنار برم امری بسیار به اصطلاح آسون خواهد بود و مطمئن هم هست که آقای خامنه ای از او نخواهد گذشت، چنانچه آقای خامنه ای اختلافاتی رو که با آقای موسوی در دوره چند ساله اول انقلاب داشت همونها باعث شد که موسوی رو در واقع این بار به شدت بر علیهش مخالفت کرد و اجازه نداد که او بتونه به اصطلاح رئیس جمهور کشور بشه و بعد از این که ایشون استعفا داد در زمان آقای خمینی و دوران قدرت آقای خامنه‌ای فرا رسید، هیچگاه به موسوی آقای خامنه‌ای میدان نداد. همینجور که آقای خامنه‌ای به آقای مثلا شیخ علی تهرانی که شوهر خواهر ایشون بود و از مخالفین آقای خامنه ای بود در سالهای اولیه، هیچگاه دیگه امکان نداد که ایشون هیچ به اصطلاح جای پای باز بکنه در جمهوری اسلامی ایران. یعنی اینها میدونن که افراد دیکتاتوری که باهاشون هم دمخور هستن و خصلت‌هاشون رو میشناسن، اینها به مخالفین خودشون رحم نمیکنن. حالا یک سری مصلحت‌هایی هست زمانی که اینها در قدرت هستن، وقتی که در قدرت نباشن اون مصلحت‌ها هم وجود نخواهد داشت و چه بسا به شیوه های خیلی ساده ترور یا مثلا درخورشون بکنن، سم بهشون بدن و بالاخره از بین میبرنشون. بنابراین به نظرم این دغدغه‌ای رو که شما میگین که ایشون داره به نظرم کاملا درست هست و به همین دلیل هم من فکر میکنم که او داره استقبال میکنه که ما باید اگر قرار درگیری اتفاق بیفته باید در همین یکی دو سال آینده اتفاق بیفته و ما بتونیم از بعد از این به درگیری به یک توافقنامه صلحی برسیم که امنیت او و به اصطلاح
خبری‌هاش بعد از پایان ریاست جمهوری محفوظ باقی بمونه. این به نظرم یک نگرانی بسیار بسیار جدی است که ایشون داره و اینها در حقیقت همیشه هم فکرشون این هست، یعنی توی جمهوری اسلامی ایران همیشه فکرشون این هستش که شما باید زمانی جنگ رو آغاز بکنین که حریفتون کمترین چیز رو، یعنی در موقعیت ضعیفی هست، حالا یا به لحاظ مصلحت‌های سیاسی یا به لحاظ مصلحت‌های نظامی و غیره. به همین دلیل اگه دقت کنین مدت‌های طولانی بود که بعضی از رهبران جمهوری اسلامی ایران اینها فکر می‌کردن که اگر قرار ما با آمریکا وارد جنگ بشیم باید الان بشیم که آمریکا در عراق و افغانستان درگیر هست. درسته. اگر آمریکا از اونجا به اصطلاح سر سالم به در ببره ما نمیتونیم بعداً مقاومت بکنیم. الان موقعیتش هست. ایشون هم بره هم با همون تئوری فکر میکنه که الان که جمهوری اسلامی ایران با اصلاح طلب ها درگیر هست اگر این درگیری آغاز بشه ابتداد به خاطر تنفری که در جامعه وجود داره نسبت به رهبری انقلاب و تمام این حوادث در واقع انتخابات به پای او نوشته شده و به پای روحانیتیست که 30 سال در قدرت بودن، او فکر میکنه که در این موقعیت میتونه از بخشی از جنبش مردم استفاده بکنه و به همون دلیل هم هستش که شعارهای مثل نمیدونه مسئله حجاب زنان مانعی نیست و غیر و ذالک رو طرح میکنه، مسئله نوروز رو مطرح کرده، ایرانی بودن رو مطرح کرده و حتی به نظرم ایشون حاضر هستش که بسیار امتیاز بده به امریکا و غربی ها در رابطه با این درگیری احتمالی که در آینده شاید پیش بیاد و به نظر میرسه که همین بحثی هم که امجا در نیویورکیشون کرد که استقبال کرد از اون وجود یک خط به اصطلاح قرمز، یک خط تلفن که برای موارد استثنایی بشه ازش استفاده کرد، اینها هم در حقیقت همین چراغ سبزهایی است که ایشون داره میده و میخواد که اگر یک موقعیت بحرانی ایجاد شد ایشون با چشماندازهایی که از آینده مناسبات با غرب به غربی ها نشون میده خودش رو اون عنصری به اصطلاح نشون بده به دنیای بیرون که او با غرب مشکلی نداره، او در رابطه با مسائل اتمی حاضر به مذاکره هست، او در رابطه با مسائل اصلی جدی اجتماعی در ایران مثل حجاب و غیره حاضر به مذاکره هست و حتی در مورد مثلا نمیدونم مسائل فلسطین و غیره، و دیدیم که این پیام ها رو گاهی هم به طور ضمنی اینها میدن، یعنی همون پیامی رو که برای اولین بار موجبات اختلاف اصلی رو یا حداقل اون چیز اصلی رو جرقه اصلی رو زد بر علیه آقای مشایی، صحبت او بود بر این که آقا مردم اسرائیل دوست ما هستن. این حرفی بود که در تاریخ 30 ساله بعد از انقلاب ایران هیچ کس نزده بود، بسیاری از اصلاح طلبا هم جرأت نکرده بودن نه بزنن نه تا حالا هم حتی حاضرن بزنن که مردم اسرائیل دوست ما هستن، و آقای مشایی برای اولین بار زد و بسیار از روحانیون معترض شدن به این مسئله. من حتی یادم بسیار از شخصیت های اصلاح طلب هم از این مسئله استفاده کردن بر علیه به اصطلاح احمدی نژاد و مشایی و اون وادار کردن به اصطلاح احمدی نژاد رو که بگه آقا ایشون این حرف رو نزده یا که ماسمالی بکنه به هر حال. یعنی من معتقدم که ایشون حاضر هست در همه به اصطلاح جبهه ها باج بده، چرا که نگران به اصطلاح آینده خودش هست و فکر میکنه که تضمین آینده در بهترین حالت اینه که اگر قرار درگیره بشه الان اتفاق بیفته. ولی یه نکته جالبی هم که تو این سیستم یا این چینش توجیری اسمشو بذاریم تو این انتخاب آدمایی که کرده دور پر خودش، شما اصلا نگاه میکنیم میبینی که اون چیه، اون یکیشون هاشمی ثمره مثلا، اون پسرخاله اون باهنره، اون همون آقایی که رئیس بانک بود محمد جعفری، اون داماد آقای چیه ناطق نوریه، یعنی تمام دور و پریاش یه جوری وصلن به این خونه خود خامنه ای. دقیق میکنین چه عرض میکنین؟ یه جوری همشون به هم وصلن، ولی من نمیدونم اون سخت پوستان یا همون در حقیقت اون آخوندها، اون معمما، اونا در این مقابل اونا هم شرایط خودشون رو ضعیف شده میبینن،
اونا چه نقشی رو این وسط بازی خواهند کرد به نظرت؟ اونا چه تقلایی میکنن تو این زمینه؟ چون اونا هم خودشون همجور که من و شما داریم تعریف میکنیم، اونا هم خودش این موقعیت رو میفهمه که در نقطه ضعف از جامعه دیگه اونو نمیخواهد، پس ایش زده، ولی اون نمیخواهد که به راحتی از سر قدرت کنار برود. که بنابراین اونو از اون ورگه بخوایم به داستان نگاه کنیم، چجوری میبینی شما داستان؟ ببین، من فکر میکنم که روحانیت در ایران سالهای طولانی است که الان حداقل یک دهه هست که متوجه شدن که نقش اصلی رو در حفظ قدرت در ایران اونها دیگه ندارن و اون قدرت به اصطلاح بسیج میلیونی رو که در دوران مثلا آیت الله خمینی داشتن و موقعیت ویژه‌ای رو که در اون موقع داشتن به لحاظ اعتمادی که مردم به اونها داشتن، اون رو ندارن. و این رو شما حتی میتونین به اصطلاح ببینین که در جامعه، مثلا در حتی همین به اصطلاح فیلمایی که میسازن در جامعه، نمیدونم، اینها دیده میشه که روحانیت دیگه اون احترام اجتماعی رو داره در جامعه، نه در بین مخالفین و نه در بین موافقین. یعنی حتی اگر نگاه بکنین، اگر بگیم ما موافقین جمهوری اسلامی ایران آدم‌های مسلمانی هستن که اعتقادات مذهبی دارن و واقعا با همین نگاه بکنیم، اون وقت ما میبینیم که این آدم مسلمان وقتی میبینه فلان مثلا شخصیت روحانی متهم میشه به دزدی، به فساد، به دروغگویی، به شارلاتان بازی و اینها، مقامات به اصطلاح همه مثلا مدرسین حوزه علمیه هستن، اینها مثلا آیات و عظام هستن، مراجع تقلید هستن، در هر دوره‌ای بخشی از اینها در حقیقت مورد تعرض سیاسی قرار می‌گیرن، این در واقع در کل جامعه موقعیت روحانیت رو صدمه بسیار بسیار جدی زده. یعنی شما می‌بینید از همون ابتدای انقلاب یک روز آیت الله شریعت مداری، مرجع بزرگ تقلید شیعیان در ایران، مجبور میشه بیاد تو تلویزیون بگه من جاسوس و دشمن، مثلا به خودش دشنام بده. فردا آیت الله قومی هست، پس فرداش آیت الله مثلا شیرازی هست، پس این فرداش آیت الله مثلا منتظری هست، بعد نمیدونم آیت الله العظما مثلا صانعی هست، بعدن آیت الله العظما مثلا زنجانی هست. شما میبینین اینها به هر حال مراجع تقلید شیعه رو یکی پس از دیگری لجنمال کردن و هر بار که شما این مراجع شیعه رو به اصطلاح لجنمال میکنی و دور خونه های اونا رو یک مشتی اوباش میکنن و رنگ میپاشن و در و دیوار خونه شون رو خراب میکنن و شیشه های به اصطلاح مناظر اینها رو و مدرسه هاشون رو میشکنن، در حقیقت اون اعتبار روحانیت هست که فروپاشی میکنه و میریزه. این فقط شخصیت آیت الله منتظری نیست، این شخصیت آیت الله صانعی یا نمیدونم آیت الله شریعت مداری نیست، این همون حوزه به اصطلاح اعتبار روحانیت شیعه هستش که با هر کدوم از این سنگهایی که اینا پرتاب میکنن یک سنگی به او هم میخوره و اون به اصطلاح فروپاشی میکنه. به نظر من روحانیت امروز به اون وضعیت رسیده و این روحانیون به اصطلاح درجه اولی که همچنان هنوز پشت حکومت وایستادن، اینها ابتدا از همین آینده خودشون وحشت دارن که اگر این حکومت سقوط بکنه، ما که این همه مورد لعن و نفرین به اصطلاح مردم واقع شدیم در این سالها و هر کی هر کاری کرده، مهم نیست احمدی نژاد کرده یا آقای هاشمی کرده یا آقای هر کی در ایران هر به اصطلاح فاجعه‌ای رو به بار آورده، به حساب مجموعه روحانیت شیعه نوشته شده در ایران. چرا که حکومت ایران مدعی است که ما نماینده به اصطلاح روحانیت شیعه هستیم، ما نماینده به اصطلاح دیانت شیعه در ایران هستیم و روحانیون شیعه ایران هم همه بالکل معتقد بودن و دفاع کردن از این حکومت و او رو به اصطلاح مظهر و نماینده خودشون دونستن. شما کمتر روحانی درجه اولی رو پیدا میکنین که در تاریخ 30 ساله گذشته بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از همون ابتدا فاصله گرفته باشه و بگه که آقا اینها مثلا نظام ظلم و جور و ستم هستن و با دین رابطه ای ندارن. حتی کسانی هم که مخالف نظام بودن در دوره ای یا در دوره های
مختلفی مثل آیت الله مثلا منتظری، ایشون خودش بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و سالها پشت این نظام بوده و حتی تا لحظه مرگ هم آیت الله منتظری هنوز معتقد بوده که نظام اسلامی نظام خوبی هست، روحانیت ایران دلسوز مردم هست و بعضی ها هستند که مثلا بعدن درست عمل نمی کنند. بعد یعنی بازم مجموع مثلا به مجلس خبرگان ایشون هیچ وقت ایرادی نگرفته و مثلا شورای نگهبان به طور کل ایرادی نگرفتن. یکی به اصطلاح ایرادهای در این حال گرچه اصولی داشتن ولی هیچگاه به اصطلاح این تصویر در جامعه ایران و در خارج از جامعه ایران دیده نشده که نظام ایران نظام اسلامی نیست، نظام روحانیون به اصطلاح نظام حاکم روحانیون نیست. درست مثل همون چیزی که ما در قرن مثلا 14 مثلا در کلیسای مثلا پاپ ده. پاپ نماینده به اصطلاح کلیسای کاتولیک بوده و همه کاتولیک ها هم او رو قبول داشتن. حالا اگر یه نفر مثلا پیدا شده یه دوره گفته من مثلا اینه به نمیپذیرم که به هر حال اونها ولی مظهر در حقیقت کاتولیک ها بودن در سیاست و به همین دلیل هم همه چیز به حساب به اصطلاح کلیسای کاتولیک نوشته میشد نه به حساب یک فرد معین. در ایران هم همین اتفاق افتاده، همه چیز به حساب روحانیت شیعه نوشته شده و همه روحانیت شیعه بعد از نظام جمهوری اسلامی ایران این غرامت رو پرداخت خواهد کرد و این خسارت رو هم دیده و خواهد دید و باید هم پاسخگو باشه. بنابراین حالا چرا روحانیون به اصطلاح موقعیتشون چیه؟ روحانیون به نظرم تو این فاصله آمدن حساب کتاب کردن، به این نتیجه رسیدن که آقا از اونجایی که رهبری هنوز فصل الخطاب این نظام هست و از اونجایی که رهبری هنوز در واقع اهرم‌های کنترل نیروهایی که نظام رو در حقیقت میتونن نگه دارن که اون نیروهای نظامی امنیتی هستن و در رأس اونها سپاه پاسداران هست و نیروهای به اصطلاح حاشیه‌ای سپاه و اینها هنوز با رهبری نظام همراه و همگام هستن، اینها هم خودشون رو در حاشیه همون رهبری نگه داشتن و فرمانبردار رو به اصطلاح فرمانبر رهبری میدونن و چنانچه میبینیم همه جا میگن آقا اگر این رهبری نبود نظام هم نبود اسلام هم نبود. بعد رهبری هم در حقیقت سیاست خودش رو از طریق همین محافل نظامی و امنیتی داره تأمین میکنه. به نظرم همه اونها متوجه شدن که سپاه پاسداران حرف آخر رو در شرایط کنونی میزنه و به همین دلیل هم هستش که اگر دقت بکنین همه راه ها در جمهوری اسلامی ایران به سپاه ختم میشه. یعنی ما میبینیم که اگر قرار مثلا کودتای بر علیه اصلاح طلبی بشه سپاه به اصطلاح موتور اصلی سازماندهی این حرکت هست، اگر قرار باشه احمدی نژاد رو بزنن باز دوباره سپاه باید به اصطلاح این کار رو به عهده بگیره و اگر قرار باشه از امنیت کشور مثلا در مقابل یک تهاجم خارجی هم به اصطلاح دفاع بشه باز سپاه باید این کار رو بکنه. و به همین دلیل که این روحانیون هم که به هر حال شم سیاسی نسبتا خوبی دارن و این رو نشون داده که به هر حال اینا ظرف 1400 سال تونستن با درست با همین شم به اصطلاح اتکاء به قدرت در تمام این دوره‌های تاریخی خودشون رو حفظ بکنن تا اینجایی که امروز دست بالا رو در اصطلاح قدرت سیاسی در ایران دارن، با همین شم سیاسی امروز هم در کنار نیروی اصلی قدرت در ایران که سپاه هست و خود شخصیت آقای خامنه‌ای هست وایستادن و در واقع با اینها دارن جلو میرن. به نظرم این دلیلی هستش که روحانیون در واقع در کنار رهبری هستن و دلیل اصلیش هم همین هستش که میخوان این موقعیت حفظ بشه. یعنی اونها هم میدونن که اگر اونها خودشون رو از رهبری جدا بکنن و به قول معروف یک بخش دیگری از قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران رو که مثلا در حوزه ها میتونه اعمال نفوذ بکنه و غیره رو از بین ببرن به ضرر خودشون خواهد بود. یعنی این نیستش که الان برخلاف اون چیزی که خیلی ها میگن که روحانیت خودش رو از نظام جدا بکنه که
روحانیت رو برای آینده حفظ بکنه و اسلام رو برای آینده حفظ بکنه، به نظر من میرسه که روحانیت اگر خودش رو از نظام جدا بکنه در واقع تیشه به ریشه خودش زده. یعنی روحانیت ایران بعد از نظام جمهوری اسلامی شانسی نداره، یا حداقل برای چندین دهه و شاید چند یکی دو سده شانسی دیگه نداشته باشه که برگرده در زندگی اجتماعی مردم ایران جا داشته باشه، با این همه به اصطلاح خلافکاری هایی که شده و اون چیزهایی که در آینده روشن خواهد شد و تنفری که سراپای جامعه رو گرفته، به ویژه که اصلا موقعیت ده، یعنی اون موقعیت هایی که موجب می شد که افراد به اینها خودشون رو خیلی وابسته می دونستن، خب مثلا یه چیزهای خیلی روزانه وجود داشت. من مثلا مثالای ساده شو بزنم، مثلا پدر من اگر مثلا در بین نماز مثلا صبح بین رکعت اول و دوم شک می کرد، ایشون باید یک مرجعی می داشت و از اون مرجع می پرسید که این شک این رو برطرف بکنه، یا وقتی میخواست مثلا پولش رو حلال بکنه مثلا باید خمس و ذکر رو نمیدونم فلانش رو میرفت به یک شخص معین میداد و خود این نوع رابطه یک اتوریته ایجاد میکرد برای اون مقام مرجعیت. حالا شما همچین چیزایی رو ندارین، یعنی الان در نظام جمهوری اسلامی ایران شما اگر مسئله سوال دینی دارین از گوگل سوال میکنین، گوگل میره تو تمام این سایت ها میگرده برای شما از هر کدوم از این آیات اعظام یه دونه نقل قول میاره، یعنی در واقع یک مرجعی دارین به نام گوگل اسلامی. داره دیگه. از اون برم که حکومت اسلامی مالیات رو داره خودش میگیره و مالیات به اصطلاح دیگه این آقایون تمام مراجع تقلید خودشون شدن جیرخوار حکومت دینی، بنابراین شما این پول هم دیگه لازم نیست به شکل مالیات برین بدین به فلان آیات اعظام، میدین به فلان مثلا به حکومت میادین از شما میگیره، حساب مثلا فلان امام میاد از شما میگیره. و این اتوریته هایی که در گذشته وجود معرفتی داشتن، اون اتوریته ها جاشونو دادن به یک اتوریته حکومتی که این اتوریته حکومتی به جای اینکه احساس ارادت و عشق و مثلا وابستگی ایجاد بکنه، احساس نفرت و به اصطلاح کدورت ایجاد کرده. درسته. یعنی به نظرم این به اصطلاح تجربه حکومت دینی در ایران موقعیت ممتازی رو که روحانیت شیعه داشتن در جوامع شیعه اون رو کاملا ازشون گرفته و حالا هم بر نمیگرده دیگه. اما اجازه بدین که به عنوان آخرین پرسش، از اینکه فرصتی به امیدی ازت باز هم سپاسگزارم، عرضم به حضور شما ساعت 2:08 است، روز جمعه، 30 روز از ماه سپتامبر رو سر میکنیم در کنار آقای رضا فانی یزدی، برای اون دسته از عزیزانی که صدای ما رو از طریق رادیو میشنوند. عرضم به حضور شما که با توجه به همه این تعاریف و روشنگری هایی که مطرح هست، نظام حکومتی ایران، اساس نظام حکومتی ایران در یک شرایط کاملا لبه پرتگاست، یعنی اصلا هیچ استواری درش نمیبینی، چرا یک چنین حکومتی که در یک چنین شرایطی هست و اوج نارضایتی هم بالا هست، چرا پس هیچ حرکتی، کاری، اکسیونی، هیچ چی رو شما نمیبینی؟ چرا این بنبستش به نظرت در کجاست؟ چرا این اتفاق میفته؟ چرا این حرکتی صورت نمیگیره؟ بنبستی که وجود داره به نظرم یکی از دلایل اصلیش این هستش که مخالفین نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ اتفاق نظری ندارن، یعنی تکلیفشون با خودشون روشن نیست، تکلیفشون معلوم نیست. یعنی ابتدا مخالفین که در حقیقت صداشون بیشتر از هر کس دیگه در جامعه ایران شنیده میشه که اصلاح طلبان هستن، اینها با نظام جمهوری اسلامی ایران مخالفت ندارن، این رو باید توجه کرد. یعنی شما اگر دقت بکنین تا همین امروز هم نه آقای موسوی، نه آقای کروبی، نه آقای خاتمی، نه جبهه مشارکت اسلامی و نه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و نه هیچ کدوم از شخصیت‌های دیگر به اصطلاح اصلاح طلب سیاسی در ایران
اینها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران نیستن، اینها مخالف بعضی از سیاست ها در نظام جمهوری اسلامی ایران هستن، یا در بهترین حالتش اینها مخالف حضور بعضی از نهادها در نظام جمهوری اسلامی ایران هستن، چرا که اون نهادها موجبات محدودیت حضور این آقایون رو فراهم کرده. یعنی به نظرم این رو اگر ما متوجه بشیم که درسته که مخالفت زیاد هست و در خارج از کشور هم ما بسیار از این حرفا میزنیم، ولی وقتی ما میخوایم به اصطلاح بگیم که آره آقا بیام یک جبهه‌ای برای به اصطلاح عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران درست بکنیم، این جبهه بسیار بسیار محدود هست، چرا که بخش قابل توجهی از این نیرویی که در ایران وجود داره و در خارج هم تریبون داره، این نیرو خواهان گذر از جمهوری اسلامی ایران به نظام دموکراتیک سکولار به این مفاهیمی که امروز ما میشناسیم نیست. اینها هنوز امید دارن که نظام جمهوری اسلامی ایران باقی بمونه، ما یک جمهوری داشته باشیم که اسلامی هم باشه. بنابراین این رو به نظرم ما باید کاملا متوجه باشیم که بیشتر دوستان اصلاح طلب ما طرفدار یک نظام جمهوری هستن که اسلامی باشه، در حالی که من و شما طرفدار یک نظام جمهوری هستیم که دینی نباشه، یعنی اصلا نسبت به ادیان بی‌طرف باشه و دین رو کاملا به حوزه خصوصی زندگی افراد واگذار بکنه و نه به دین رسمی اعتقاد داشته باشه، نه دولت دینی باشه و نه ما دین دولتی داشته باشه. بنابراین این تفاوت اساسی موجب این هست که یک ائتلاف جدی شکل بگیره در بین ناراضیان کنونی، چون من معتقدم که یک جمعیت بزرگ میلیونی در ایران هستن که ناراضی هستن از وضعیت موجود. درست. از جمله همین افرادی که مثل آقای خاتمی هم ناراضی هست، آقای موسوی هم ناراضی هست، آقای کروبی هم ناراضی هست، جبهه مشارکت اسلامی هم ناراضی هستن از وضعیت موجود. ولی افرادی که ناراضی هستن از وضعیت موجود خواهان نابودی و به اصطلاح فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران نیستن، همشون، بخشی از اونها خواهان فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران هستن. حالا در این بخشی هم که خواهان فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران هستن، متاسفانه هیچ تفاهمی وجود نداره، گرچه همه خواهان فروپاشی میگن ما هستیم، ولی شما هر زمانی که بخوان به اصطلاح اینها رو دور یک میز بشینین که بگین خیلی خب حالا ما میخوام این نظام فروپاشی بکنه، قرار است به اصطلاح چگونه این کار انجام بشه، همه اونها با توجه به اون آینده‌ای رو که مورد نظر دارن، که یکی طرفدار حکومت مثلا نمیدونم نظام پادشاهی است، یکی یک نظام سکولار میخواد، یکی یک نظام مثلا خیلی به اصطلاح آتئیست مثلا مورد نظرش هست، یک نظام کاملا غیر مذهبی که حتی مثلا با خصومت هایی که مثلا نسبت به مذهب توش وجود داشته باشه. بنابراین ما میبینیم که اونجا هم ما هنوز به یک تفاهمی نرسیدیم که آقا حداقل ما اون نظامی رو الان بپذیریم که اون یک نظام دموکراتیک باشه، حداقل مثلا در دموکراتیک بودنش، در انتخاباتی بودنش که مشکل ما با نظام جمهوری اسلامی امروز در حال حاضر، در این به یک تفاهم برسیم. یعنی شما نمیتونید در انتخابی بودن یک حکومت با فردی که طرفدار مثلا یک نظام سلطنتی هست به تفاهم برسین، چون کسی که به نظام سلطنتی اعتقاد داره که ایشون به انتخاب احترام نمیذاره دیگه، ایشون قبلا شاه خودش رو داره و اون شاه وجود داره، یعنی دیگه شما لازم نیست کسی رو انتخاب بکنید، نظام پادشاهی رو که شما به رأی نمیذارین، نظام پادشاهی پادشاهش موجوده، همون جوری که مثلا این آقایون ولایت فقیه ها میگن دیگه، میگن ولی فقیه هست، شما باید فقط تشخیصش بدی، حالا اونها تشخیص دادن آقای خامنه ای. بنابراین به نظرم اینجا مشکلات عدیده ای رو ما هنوز داریم. اون چرا که بنده حداقل بهش اعتقاد دارم که یک نظام دموکراتیک جمهوری انتخاباتی هست، در اون حوزه ما متاسفانه هنوز یک
ائتلاف جدی سیاسی رو نتونستیم به وجود بیاریم که هم بتونه برنامه ریزی بکنه و هم بتونه اعتبار ایجاد بکنه در جامعه و بتونه به استراد سازماندهی بکنه ناراضیان سیاسی در کشور رو برای به استراد یک چنین مدل دموکراتیکی. و تا زمانی که این اتفاق نیفته من فکر نمی کنم که نظام جمهوری اسلامی ایران زیاد با مشکلی از این نوع درگیر باشه. مشکلاتی رو که داره، مشکلات همین به استراد دعواهای خودشون خود نظام هست. آره، به ما ربطی نداره. به ما ربطی نداره، بله. امکان داره حالا مثلا این دعواها اونقدر حاد بشن که یک زمانی نظام واقعا فروپاشی بکنه، بله. باید مثلا به یک همچین نقطه برسه، مثلا یکی بر علیه یک کسی دیگه بخواد کودتا بکنه، یک جنگی در بگیره که در مجموع همه از هم بپاشن، چه اتفاقی در اون زمان خواهد افتاد قابل پیش بینی نیست. نه، ولی اون چه که امروز هست و ما به عنوان مخالفین نظام نباید به حساب خودمون واریز بکنیم. آفرین. بعد باید سعی کنیم نیرو خودمون ایجاد بکنیم. یعنی من به عنوان آدم جمهوری خواه طرفدار یک نظام دموکراتیک باید بتونم بحث جمهوری خواهی، بحث دموکراسی، بحث حقوق بشر رو در این کشور پیش ببرم و بتونم این نیروی به وجود بیارم از این آدمای ناراضی که دیگه خواهان به اصطلاح جمهوری اسلامی نباشن، یک جمهوری که اسلامی باشه. چون الان دعوا رو اگه شما نگاه کنید بحث بر سر اینه که خیلی از این مخالفین به ناراضیان نظام کنی میگن آقا این نظام دیگه اسلامی نیست، خیلی درشون هم میگن جمهوری دیگه نیست، ولی ما جمهوری اسلامی میخواییم. بله، ما میخواییم که جمهوری دموکراتیکی باشه به مفهوم دموکراسی هایی که امروز در جهان ما واقعا وجود دارن. به همین مفهوم ما یک نظامی رو میخواییم و نمیخواییم که اصلا نظام اسلامی باشه به این معنا که مثلا شخصیت های اصلی اون نظام باید مسلمان باشن، باید رجل سیاسیش مسلمان باشن، شیعه باید باشن، به ولایت فقیه باید اعتقاد داشته باشن، به نمیدونم شیعه 12 امامی باید اعتقاد داشته باشن، یا مثلا قوانین اساسیش باید بر اساس فقه به استناد اسلام باشه یا اونها غیر قابل مثلا تجدید نظر هستن. اینها شما اگر نگاه کنین خب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که فقط اصل به استناد 110 رهبریش که نیستش که مشکل هست، نه برو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر جو شده 50 تا اصل داره که هر کدوم از اینها میتونن به اصطلاح مورد توجه قرار بگیرن توسط یک به اصطلاح نظام توتالیتر و هزاران نوع از تبعیض رو به اصطلاح روا بدارن به شکل قانونی. درسته. و به نظرم این مشکل ما هم. ما باید این اسلام رو از قوانین خارجش بکنیم و خواهان یک نظام جمهوری غیر دینی باشیم. یقینا. ممنون و متشکرم از شما. تا هفته آینده که مجدداً مزاحم اوقات شما بشیم و از دانش و معلومات استفاده کنیم. ممنونم آقای فانی. ممنونم از شما. سپاس گذارم. مرحمت زیاد. متشکرم از همه لطفت. ممنون. خب.